بنا به تحقیقات تازه انجمن تنظیم خانواده ژاپن، 65% همسرها تو این کشور میگن مدت زیادی رابطه جنسی نداشتن. سالهاست کاهش آمیزش جنسی تو ژاپن توجهات زیادی رو به خودش جلب میکنه، اما حتی همین آمار جدید تو 10 سال 20% دیگه رشد کرده. تحقیقات بزرگ دیگه توی کره جنوبی تو ماه فوریه میگه تعداد متأهلین بدون هماغوشی به 36% رسیده. همسران بدون سکس تو کره هم بیشتر از اکثر کشورهای جهانه. تو هنگ کنگ یه نظرسنجی بزرگ عمده میگه در حال حاضر فقط نصف شرکای زندگی از سکس لذت میبرن. حدود 1 دهه قبل 70% میگفتن لذت میبرن. یه نظرسنجی تو چین میگه نصف شهروندای این کشور که تو دهه 1990 به دنیا اومدن از آمیزش دوری میکنن. مطالعات مفصل پروفسور پان سویمینگ از دانشگاه رنمین هم نشون میده 30% زنان 18 تا 30 سال چین علاقه به سکس رو از دست دادن، افزایش تقریباً 3 برابری تو 15 سال. همین تحقیقات از نظر آماری بیانگر 2-3 چیز مشترکه. آمیزش جنسی یا تمایل به اون تو شرق آسیا به وضوح رو به کاهشه و این مسئله از طرف زنا به مراتب بیشتر گزارش شده. اما یه نکته دیگه، این شامل بازار کمک ابزارهای جنسی نمیشه، اونم تو کشورهایی که تا چند سال پیش خریدشون تابوی وحشتناکی بود. ما وارد یه فاز طلایی برای شرکت‌های تولید کننده ابزارهای جنسی شدیم. این بازار بزرگ حالا رشد میکنه. شمار زیادی توش سرمایه گذاری کردن و متوجه شدن که سود زیادی میبرن. دلیل و علت تغییرات هدف این گزارش نیست، ولی یه نگاه سراسری به آمار و جبر و ریاضیات ماجرا به ما میگه مسئله ظاهراً سکس یا لذت جنسی نیست یا فقط اینا نیست، بلکه تا حد زیادی رابطه و کیفیت اون یا اساساً شراکت تو زندگیه. آدمایی که با همن اما مدت هاست آغوش هم رو ندیدن. زنها و مردایی که تنهایی رو انتخاب میکنن. روندی که شاید تو شرق آسیا به هر دلیلی تندتره یا واضح‌تر دیده میشه، ولی آیا واقعاً فقط محدود به شرق آسیاست؟ توماج تهباز، بانکوک.